خب من تمام خاطرات زندگیم مربوط به دوره روزنامه نویسی است. اول بار که من رسما مشغول کار شدم بعد از دیدن اون دوره کلاس خبرنگاری، منو به عنوان خبرنگار شهرستان ها فرستادن قسمت شهرستان‌های روزنامه اطلاعات. خاطرم است که اولین مأموریت من زلزله‌ای بود که در سنگچال آمل اتفاق افتاد. زلزله خیلی شدیدی بود و حدود 700-800 نفر کشته داده بود و منو فرستادن که گزارش تهیه کنم. من خاطرم است که به جای اینکه فقط یک گزارش تهیه کنم و منطقه‌ام کوهستانی و صعب العبور بود و بیشتر با قاطر من از این ده به اون ده می‌رفتم و مدت 7 روز تمام من مشغول تهیه گزارش بودم از این ده به اون ده و مردم اسم منو گذاشته بودن راجکاپور، چون اون موقع هنرپیشه هندی راجکاپور در ایران خیلی معروف شده بود و مردم به هر حال براشون خیلی جالب بود که خبرنگاری از این ده به اون ده، از این منطقه به منطقه خطرناک دیگه میرفتم. اما یه اشتباه بزرگ کردم که بعداً هیچ وقت سعی کردم مرتکب این اشتباه نشم. من موقعی که راه افتادم به سمت سنگچال، خب عده زیادی از زلزله زدگان در حال فرار بودن و من اینا نگه داشتم، گفتم چقدر کشته دیدین؟ گفتن 2000 نفر و من بدون تحقیق کافی اینو به روزنامه گزارش کردم که 2000 نفر در زلزله سنگچال کشته شدن، در حالی که باید میرفتم به عنوان یک خبرنگار تحقیق میکردم. و این اشتباه رو بعداً البته هم آقای مسعودی به من تذکر داد، هم آقای نوری که رئیس من بود تذکر داد. به هر حال این یکی از تجربیات خاص روزنامه‌نگاری من بود که بعدها بسیار کارساز بود. وقتی که از قسمت اخبار شهرستان ها رفتم به اطلاعات هفتگی و پیشنهاد کردم به آقای مسعودی، چون حس کردم که من میدان بیشتری لازم دارم، به ایشون پیشنهاد کردم که اطلاعات هفتگی که اون موقع مهمترین مجله هفتگی ایران بود خبرنگار نداره و من به عنوان خبرنگار اطلاعات هفتگی مشغول کار بشم. اون موقع اطلاعات هفتگی از خبرنگاران روزنامه استفاده میکرد. من که رفتم اونجا برای اولین بار سوژه‌هایی رو به عنوان گزارش هفتگی در اطلاعات هفتگی باب کردم که تا اون روز هرگز در مجلات و روزنامه‌ها نیومده بود و اونم گزارش زندگی جوان‌ها. و یادم از اولین گزارش رو تحت عنوان 18 سالگان فوق‌العاده گل کرد و خیلی استقبال شد و حتی مدیر مؤسسه‌ام منو تشویق کرد، گفت ما جای زندگی نامه نسل جوان کم داشتیم و تو اینو پر کردیم. من موقعی که به اطلاعات هفتگی رفتم
آقای انور خامنه‌ای که جز 53 نفر بود و خب بعدها کناره گرفت، ایشون سردبیر اطلاعات هفتگی بود و دو سه تا از این گزارش ها که من نوشتم ایشون مشوق من شد، یعنی تأیید کرد که چه گزارش های خوبی است و همین تشویقی ایشون باعث شد که من یه روز پیش خودم بگم که چرا من یه داستان نمی نویسم. تا اون روز هرگز به فکر نوشتن داستان نیفتاده بودم، هیچ وقت. اون موقع اطلاعات هفتگی در وسط مجله داستانی از آدم‌های معروف در داستان نویسی چاپ می‌کرد، هر هفته یکی از اینا. من نشستم و یک چون با خبرنگاری هم شروع کرده بودم و عادت داشتم که حادثه رو ببینم بعد بنویسم، فکر کردم که یک حادثه عشقی که تو زندگی من افتاده اونو به صورت قصه بنویسم. این حادثه موقعی که من در تیپ رش خدمت میکردم، سه ماه منو به پاسگاه مرزی فرستادن، مرز ایران و شوروی اون موقع، جاده آستارا. و اونجا من عاشق یک دختر روستایی شدم و یه عشق تراژیک و بعدم تموم شد، اما همیشه این در خاطرم بود. من این قصه رو نوشتم و بعد یواشکی صبح زودتر از سردبیر رفتم رو میزش گذاشتم و اومدم بیرون و هرگز فکر نمی کردم که این بخواد چاپ بشه. سه چهار هفته گذشت، دیدم نه، گفتم حتما آقای انور خامنه اینو خونده و خوشش نیومده و انداخته تو سطل زباله. حتی گاهی میرفتم سطل زباله رو هم میدیدم، تا اینکه یه روز حالا سرگرم من هم تو تهیه گزارش بودم، آقای ارونقی که اون موقع معاون فنی بود به من گفت که اعتمادی تو داستان نوشتی؟ گفتم ای داد، آبروم رفت. گفت که داستانت این هفته چاپ میشه. یعنی شما فکر بکنید یه جوون 22 ساله که سابقه داستان نویسی مطلقا نداره داستان می نویسه و سردبیر داستانشو در اداد داستانهای آدمهای مشهور و وسط مجله چاپ میکنه. چاپ این داستان غیر از اون غروری که به من بخشید و اعتماد به نفسی که در زمینه رمان نویسی ها پیدا کردم، یک علامت دیگه هم به من داد. یادم است که وقتی اون زمان من پیشنهاد کردم برای اینکه تیراژ مجله بالا بره، بریم از دبیرستان ها گزارش تهیه بکنیم و عکس این بچه ها رو بگیریم. به هر حال اینا به خاطر عکسشون هم شده مجله میخرن، شاید عادت کنن به مجله خانی. پنجشنبه داستان من عنوانش هم بود گور پریا و در مجله منتشر شد. من دوشنبه قرار بود که برم دبیرستان ایران در خیابان مولوی که اون موقع مدیرش خانم جهان بانویی همچی چیزی بود و خیلی با اینکه در جنوب شهر بود ولی شخصیت‌های معروف بچه‌هاشون اونجا می‌فرستادن. وقتی که من وارد دبیرستان شدم، دیدم ناگهان همه دخترها شروع کردن دست زدن گور پریا، گور پریا، گور پریا و من اونجا فهمیدم که نویسنده جوانانم. این باعث شد که من وقت دیگه شروع کنم ضمن کار خبرنگاری که همچنان ادامه میدادم، شروع کنم به کار داستان.
این خاطره رو هیچ وقت فراموش نمی کنم. و اگر آقای خامنه‌ای این داستان من رو نمی پسندید و چاپ نمی کرد، شاید هرگز من داستان نویس نمی شدم. بعد یک رپورتاج نوشتم، گزارش نوشتم از یک کوچه‌ای بود در لاله‌زار، هنوزم هست، به نام کوچه ملی، که دو سه تا سینما در این کوچه بود. بعد آدم‌های مختلفی که وزن برداری می‌کرد، مردم براش پول می‌ریختن، یکی دست فروشی می‌کرد، یکی بساط قمار را می‌انداخت. به هر حال یک شهر بود. من یک گزارششون تحت عنوان یک شهر در یک کوچه. و اون موقع آقای سعید وزیری سردبیر اطلاعات هفتگی بود. و ایشون این گزارش رو خیلی پسندیدن و چاپ کردن. و دو سه هفته بعد به من گفتن که این گزارش ترجمه شده در مجله پاریماچ. متاسفانه ما اون موقع نرفتیم دنبال اینکه این گزارش رو در اون مجله ببینیم. و معمولاً هم خب تعداد کمی می اومد و وقتی هم ما رفتیم دیگه وجود نداشت. ولی در هر حال در زمینه روزنامه نویسی من کارهای خاصی کردم. از جمله بعد یک نوع روزنامه نویسی می دونید در دنیاست که هنوزم هست به نام Investigation Reporter، گزارش‌های تحقیقی پلیسی. ماجرام از این قرار است که وقتی تلویزیون وارد خانه‌ها شد، اگر حادثه‌ای اتفاق می‌افتاد، دوربین تلویزیون می‌رفت و اون حادثه را مستقیم گزارش می‌کرد و بیننده همه صحنه‌ها را می‌دید. روزنامه‌های آمریکا و اروپا متوجه شدند که دارن تیراشون رو از دست میدن، چون وقتی که شما زنده یک حادثه رو میبینید دیگه لزومی نداره بره همون حرفا رو 24 ساعت بعد در روزنامه بخونید. اونا به این فکر افتادن که حوادث پشت پرده روزنامه رو، حادثه رو در روزنامه منعکس کنن و اسمشو گذاشتن Investigation Reporter. یه نمونه‌ای که میخوام ذکر بکنم، مثلا دو تا خبرنگار واشنگتن پست در آمریکا راجب نصب شنود در حزب دموکرات از جانب حزب جمهوری خواه تحقیق کردند و این ماجرا را افشا کردند و همین افشاگری که چندین هفته هم ادامه داشت هم بله هم تیراژ رو برد بالا و هم نیکسون مجبور شد از ریاست جمهوری استعفا بده. من بدون اینکه در جریان این قضیه باشم، اول بار در روزنامه اطلاعات یک چنین گزارشی تهیه کردم. خانمی یک عشرتکده را انداخته بود که اون موقع اولین بار بود در ایران که یک خانمی یک عشرتکده برای ثروتمندان را بندازه. و من دنبال این قضیه رو گرفتم و افشا کردم و در روزنامه اطلاعات چاپ شد. اتفاقا سال 64-65 بود که آقای دکتر کیهانی زاده در گزارشی که در روزنامه ایران نوشت به این موضوع اشاره کرد که بنیانگذار گزارش تحقیقی در ایران فلانی بوده، رئی‌اعتمادی بوده. من این کارو در مجله جوانان به طور وسیع ادامه دادم و کارهای خاصی کردیم. مثلا یادم از یه جوانی بود به نام عیاض روزنامه فروش شده کرج،
و این یک دختر 9 ساله رو مورد تجاوز قرار داده بود و بعد کشته بود و فرار. ما تصمیم گرفتیم که این آدم کش رو پیدا بکنیم و دست قانون بسپریم که این نوع جنایت دیگه تکرار نشه. یادم است که ما لااقل 20 شماره این ماجرا رو با آب و تاب تمام دنبال می کردیم. من یک سرویسی دایر کرده بودم به عنوان سرویس خبرنگاران فوق‌العاده و اینا مرتب طبق گزارشی که خواننده های ما می دادن که ما مثلا یک چنین آدمی رو دیدیم در اینا بلافاصله با اتومبیل می رفتن که پیدا کنن، طرف فرار می کرد. به هر حال همین تعقیب و گریز که بالاخره ما تونستیم در اصفهان این قاتل رو بگیریم به کمک مردم، شاید مثلا 50,000 تیراژ ما رو برد بالا. یا خاطرم هست یک روز یک دختر خانمی اومد دفتر مجله، گفتش که یک اعلانی من دیدم در روزنامه تهران ژورنال که به زبان انگلیسی چاپ میشد که ما به یک ماشین نویس آشنا به لاتین نیاز داریم، آدرس داده بود. من وقتی خانم گفت، من وقتی رفتم اونجا فهمیدم که این دامی است که برای دخترها چیده میشه و این بعد اینا رو میکشونن به عشرت کده. ما بلافاصله هم تصمیم گرفتم که چند تا از خبرنگاران دخترمون رو مأمور کنم برن اونجا به عنوان اینکه ما اومدیم دنبال ماشین نویسی، شغل ماشین نویسی. و اینا رو همینطور دنبال کردیم، همه کارها انجام شد تا روزی که قرار شد که گردانندگان اون دستگاه این سه خبرنگار مجله منو ببرن به عشرت کرده. اون وقت چون ما دیگه اینجا نیاز داشتیم که پلیس دخالت بکنه، به پلیس خبر دادیم، گفتیم این سوژه مال ماست و شما فقط بیاید دستگیر بکنید. و این وقتی که در چند شماره ما داستان این ماجرا رو چاپ کردیم خیلی سر صدا کرد. نظیر این خیلی زیاد داشتیم و شاید یکی از